کنعانیان دلشورگی هاشان فزون شد، رحمی نما بر حالشان. برگرد یوسف صدها چنان یعقوب و چشمی کور از اشک دیگر برای نالشان. برگرد یوسف این شیعیان تو ترا در چاه کردند، ای وای بر امیالشان. برگرد یوسف در چاه غیبت دست گرگ هجر دادند، نفرین بر این احوالشان. برگرد یوسف دیگر حسادت نیست، بله بی همتی هاست، بگذر ز قیل و قالشان. برگرد یوسف. اللهم عجل ولیک الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا استدیو آراد، من کوثر رحیمی. امروز افتخار این رو دارم بار دیگه در 4 ساعت پخش زنده در خدمت شما عزیزان باشم. آیتم های جذاب و دیدنی امروز برای شما تدارک دیدیم. قبل از اینکه بخوام آیتم ها رو معرفی بکنم، اجازه بدین تشکر بکنم از نگاه مهربانتون به پخش زنده آراد برندینگ. بازخورد هایی که ما از شما دریافت میکنیم به شدت جذاب و پر انرژی هن. ممنونیم از شما که توی این خانواده دوست داشتنی ما رو همراهی میکنید. بنده هم عضوی از این خانواده هستم، اجرا میکنم، شما میبینید، برامون کامنت میذارین، با همون تماس میگیرین، ازتون انرژی میگیریم و ممنونیم. یکی از آیتم های ویژه‌ای که امروز برای شما تدارک دیدیم برای تاجران آرادیه. مطمئن باشید اگر این بخش رو با دقت تماشا بکنید هیچ مشکلی در زمینه تامین کالاتون ندارید. بیشتر از این نمیخوام درباره بخش ویژه‌مون توضیح بدم. بپردازیم به این که خب چه اتفاقاتی در این حوزه داره میفته. شما از سال چند شروع کردین و از کی شروع کردین به آراد؟ خدمت شما عرض کنم، من از سال 90 و اواخر 95 با آراد آشنا شدم. درسته. اونم به واسطه همسرم که ایشون اول وارد شدن تو آراد. درسته. و از سال 96 انتخاب محصول کردم. من یه محصولی ماهی قزل‌آلا بود. این محصول من تا سال 97 کار کردم، ولی به خاطر اینکه خب منطقه من جوری بود که دسترسی به تأمین خوب نداشتم. درست. با یه جلسه‌ای که جناب مهندس تالیا داشتم، محصولم رو گذاشتم کنار رو یه محصول دیگه که الان کار میکنم، لوله و اتصالات. درست. حالا بیشتر پلیمریه. یعنی از سال 95 و 96 دیگه شروع کردیم به همین لوله و اتصالات، درسته؟ از سال 97. از سال 97 شروع کردم و الان چندین، خب الان از سال 97 تا حالا فعلا تو این حوزه هستم و انشالله ادامه دارم هست. بفرمایید که قبل از اینکه شما وارد تجارت بشین، بله، چی کار میکردین؟ کار شما چی بود در قبل؟ من شغلم آزاد بود در حیطه همین ساختمان بیشتر. حالا پس بی ربط هم نبوده و کارش؟ بله، اتفاقا میگم با جلسه‌ای که جناب مهندس تالیا داشتم گفتم که خب من تو این حوزه کار کردم، بله، میتونم کار کنم. گفتم بله خیلی خوبه و واقعا هم همینطوری بود. یعنی هرچند مثلا اون موقع من یه برداشتی از این محصول داشتم، ولی وقتی که داخل بازار کار شدم یه چیز دیگه بود، باید خیلی اطلاعات بالایی داشته باشی. درسته. یک فردی که بخواد از شما نمایندگی بگیره چه فعالیت هایی رو باید انجام بده، چه ملاک هایی رو باید از طرف شما داشته باشه و آیا قرار هست که پولی رد و بدل بشه، نمیدونم مدرکی داشته باشه یا خیلی از این چیزایی که برای محکم کاری به قول قدیمی ها استفاده میکنن؟ شما بفرمایید که اعطای نمایندگیتون به چه شکله؟ برای اعطای نمایندگی عرض کنم، خب یه سری کارخونه هستن که ناشناختن، برای یعنی اسمی ازشون شنیده نشده، ولی خب محصولات خوبی دارن، محصولاتی که واقعا از لحاظ قیمتی خوبه. درسته. و مشتری هر چقدر دنبالش باشه شاید نتونه اینا رو پیدا کنه، ولی خب ما به این در واقع کارخونه دسترسی داریم و برای نمایندگیش اگه میخوام واقعا نمایندگی دائمی باشن و فروشای خوبی داشته باشن، کارخونه خیلی راحت کنار میاد،
شاید حالا طلولای پلی اتیلن ما بتونیم نمایندگی بدیم که به صورت اگه مستندات خوبی داشته باشن به صورت روالی کار کنن، اصلا بفروشن پول محصول رو بدن در این حد. بعد من که خب توی این فروش که انجام دادم گفتم خب من برای این کار وقتی صرف نکردم واقعا، یعنی خب آراد همه زمین ها رو برای ما آماده کرده ولی من خودم کار خاصی انجام نداده بودم که بگم با زحمت این پول برای من اومده. یه دو تا چهار تا کردم دیدم نه دیگه خب به قول جناب رئیس ما هر روز فرسوده تر میشیم با کار بدنی و ولی تو تجارت نه، ما هر روز قوی تر میشیم، یعنی چه صحبت کردنمون چه مراودات اجتماعی همه اینا رو حساب کنیم ما خب تو این کار هر روز بهتر از واقعا دیروزیم. قطعا نمیتونم و همه بچه ها رو خب شما ببینید اینطور نیست که یه شخص قوی بوده باشن، همه تو حوزه تجارت ضعیف بودیم اومدیم یاد گرفتیم خب الحمدلله همم نتیجه بخش بود. خدا روش. ما امشب داریم اقتصاد و ظرفیت‌های تجاری کشور مالزی رو بررسی می‌کنیم. ظرفیت‌های تجاری، راه‌های ارتباطی، حوزه‌هایی مثل حالا خشکبار البته به صورت جزئی، خرما، زعفران بررسی شد اما قراره توی این بخش که خورده دقیق‌تر در رابطه با کالاهایی که قدرت صادراتی به این کشور دارن رو بررسی بکنیم. آقای سعادتمند، در حوزه کشاورزی طبق اطلاعاتی که هست توی کشور مالزی تولیداتی انجام میشه مخصوصا در زمینه میوه و سیفیجات، حالا علاوه بر تولیدات داخلی که توی این کشور وجود داره صادرات و واردات از کشورهای دیگه هم انجام میشه، یعنی ایران هم توی این زمینه صادرات میوه به یا سیفیجات حتی به کشور مالزی داشته یا نه؟ در مورد سیفیجات که حالا خب چون یکی از محصولات تخصصی که من روش کار میکنم رو به گوجه هست، تا این حد اطلاع دارم که خیلی اونجا مصرف خیلی زیادی داره رو به گوجه ایرانی که ما اتفاقا با یه تاجر خیلی حرفه‌ای و قدر در زمینه حالا هم خود گوجه هم رو به گوجه ارتباط داشتیم، باز ایشون هم جلسه ای که حالا اونجا داشتیم باهاشون خیلی راغب بودن که کار کنیم با هم دیگه، مصرف خیلی زیادی هم داشتن با دوستان دیگه ای هم که حالا تقاضای نمایندگی دارن در مورد حالا همین محصول خود رو به گوجه صحبت میکنیم، برندهای مختلف ایرانی توی فروشگاه های مالزی حالا یا کوالالامپور که پایتختش هست به چشم میخوره، کلیپ هایی برامون گرفتن، ویدیوها رو فرستادن، مصرف خیلی زیادی داره. میوه ها هم خب خودشون یه سری میوه های بومی دارن با توجه به اینکه جزو کشورهای استوایی هستن، آب و هوای استوایی دارن، میوه های فراوانی دارن، مثلا بازار میوه که بازدید داشتیم فکر میکنم فیلمش هم بود، فیلمی که گرفتیم حدود 10 مدل انبه دارن، فقط در مدل انبه کنار هم گذاشته بودن رنگ‌های مختلف، طعم‌های مختلف که خودشون توضیح می‌دادن که چیا هست. از نظر صادرات حالا چون شما هم واردات رو گفتید هم صادرات، صادرات خیلی زیادی تو این زمینه‌ها داره کشور مالزی. توی ارسال هم میوه ها همونطور که میدونید کانتینرهای یخچال دور خیلی مهمن، به خاطر همون رفت و برگشت که ممکنه حالا میوه ها خراب بشن، سیفیجات از بین برن. همونطور که اشاره کردید خب حالا اطلاعاتی که دادید توی همین باز نبودن و این مانع هایی که از طرف صادرات مالزی به ایران چه ایران به مالزی خب خیلی میتونه مهم باشه که این دوتا کشور با هم دیگه به توافق برسن و حالا مذاکراتی که ما داریم با افراد اونجا و بتونیم این موانع رو از پیش رو برداریم، حتی همین کانتینرهای یخچالدار خب خیلی مهمه که بشه تعداد اینها رو بیشتر کرد. خب خیلی مهمه توی خشکبار، توی سیفیجات، توی میوه ها مهمترین چیز توی صادراتش، توی وارداتش همین کانتینرها هستن که بتونن این محصولات رو سالم به مقصد برسونن.
و باعث بشه که صادرات و وارداتش خیلی راحت تر بشه. من امروز اتفاقا با یک خانومه که اصالتا ایرانی بود توی دبی داشتم در خصوص نمایندگی شرکت داشتم باهاش صحبت می‌کردم. یکی از مباحثی که مطرح شد همین قیمت خرما بود. یعنی میگفت که خب توی دبی خب خرما وجود داره و این محصول رو گفتم مثلا همینجوری توی صحبتام توی مذاکرات که انجام دادم گفتم مثلا قیمت خرما اینجوری و خودش تایید کرد که قیمت خرما توی این کشور خیلی بالاست در مقایسه با خب این خانم اخیراً یعنی دو سه ماهی هست که مهاجرت کرده کشور دبی چه به دبی و در واقع اونجا این محصولو که بررسی می‌کردم گفت قیمت خیلی بالایی داره و میگفت که اگر که من بتونم روی این محصول کار کنم و با توجه به اینکه انواع زیادی از خرماها توی ایران وجود داره قیمت‌های خیلی مناسبی هم داره و با توجه به اینکه خب کشور مالزی همونطور خودتون گفتید کشور مسلمانه اکثر جمعیت مسلمانه ماه رمضان هم که در پیشه خب ظرفیت خیلی خوبی وجود داره برای صادرات خرما به این کشور و قطعاً با توجه به قیمت رقابتی که خرما داره تاجرها و مردم اون کشور هم خب متقاضی خرماهای ایرانی هستن. حالا میریم سراغ زمایر، بنفل، پسوند زمان حال و پسوند شخصی. ابتدا زمایرمون رو میاریم، زمایر، سپس بنفلمون رو میاریم، به علاوه بنفل، بعد بنفل، بعد پسوند زمان حالمون رو میاریم، پسوند زمان حال، در انتها هم پسوند شخصی رو میاریم، پسوند شخصی. پس چی شد؟ زمایر که جلسات قبلم گفتم بهتون چی هست؟ بن، سن، او، بیز، سیز، اونلار. بن، سن، او، بیز، سیز، اونلار. من، تو، او، ما، شما، ایشان. The postal service is less efficient than the telephone system. Service postal is less efficient. چرا کارآمدیش کمتره از سیستم تلفن؟ یعنی ما اگر بخوایم که یک مطلبی رو از طریق پست منتقل بکنیم، خب به هر حال less efficient، کارآمدی کمتری داره. چرا؟ خب زمان بیشتری رو میخواد و انرژی بیشتری رو میخواد. پس این مثال هایی بودش که برای efficient میزدیم.